با درود بسیار خدمت همه شما عزیزانم، امیدوارم هفته خوبی داشتید. در واقع این روزا نمیشه هفته خوب داشت، روز خوب و لحظه و ساعت خوب هم نمیشه داشت. وقتی در منطقه ما یک سو جنایتکارانی به نام دولت اسلامی عراق و شام که حالا خواب خراسان رو هم میبینن حضور داره، در طرف دیگرمون حکومتی سر تا پا نفاق فساد که فریاد ملت ما از آن به آسمان است، سردارانی که قرار بود حافظان این مرز و بوم باشند و امنیت رو در خانه و کوچه و شهر شما برقرار کنند، حال نفت فروشی میکنند، به دنبال معامله هستند، گاه شرافت و وجدان رو نیز در این معامله به بیع و شرا می‌گذارند. اهالی منبر، اهالی حوزه که قرار بود معلمان اخلاق جامعه باشند، یکی مصباح‌وار مغز و اندیش و امامه‌اش فاسد است، باندگری محسنی اژه‌ای‌وار شکنجهگاه خاص دارد تا ثروتمندان را ببرد و به کمک علی آقای شوفر اموالشان را به غصب بستاند. ولایت غریبی است، یک سو ابوبکر بغدادی خواب خلافت می‌بیند و آن سوی دیگر نایب امام زمان ایرانی، و چهار کوچه پایین‌تر مردی که طبیب بود و قرار بود جسم بیمار را مرهم نهد، حال در مقام جانشین اسامه بن لادن، بله آقای دکتر ایمن الزواهری را میگویم، او نیز در اندیشه ویران کردن بیشتری است که یک دوقلوی دیگر را در امریکا بیابد و داستان 11 سپتامبر را تکرار کند. حکایت غریبی است. با این همه آرزو می کنم روزهای بهتری پیش روی شما باشد. اگر دیروز بد بود فردا روشن شود. این هفته بچه ها به مدرسه رفتند. 1,400,500,000 کودک برای نخستین بار به مدرسه رفتند، به کلاس اول. مطمئنم پدر و مادران عزیز، اونا که بچه های به مدرسه رسیده داشتن، پر از شور و امید و ولی در این حال برای اونهایی که دختر دارن اندوه هم همراه بود. عروسکان کوچک با چارقدی که بر سرشون کردن تمام تلاششون بود که اونها رو زشت کنن. حتی در اسلام ناب محمدی هم دختری که به سن بلوغ نرسیده لازم نیست که این چارقت ها رو بر سر بیندازد، و چقدر زشت این مقنعه زشت است. باری بشنویم حرف های شما رو، پیام هایی که برای ما گذاشتید و به تک تک اونها من گوش سپردم و همکارانم به اون توجه کردن. دور نیست، زمان درازی نموده تا وقتی که بتونیم گفتگوی مستقیم داشته باشیم. در برنامه‌مون صدای نازنین شما همون آن که اظهار نظر می‌فرمایید پخش شود. پس بار دیگر می‌ریم در واقع انبانی از سخن‌های دلپذیر، پیشنهادات، همه اینا هست. ما حالا تک تک در میاریم، دونه دونه گوش می‌دیم و من در خدمتتون به اونها پاسخ خواهم داد. پیام هموطن عزیزی رو می‌شنویم. با سلام و خسته نباشی برای همه همکاران عزیزتون. خواستم خدمتتون بگم قرار بود شما برین روی 11 روی هاتبرد تا ساعت 5:30 خوبه، بعدش که آقای نوروزاده میخوان تشریف بیارن همش موج میندازن، پارازیت به قول معروف. حالا ایشالله برین روی 11، شاید نتونن روی پارازیت بندازن. و حال از زحماتتون متشکرم، ولی خب ما از بعضی برنامه سپاسگزارم. بانوی هموطن عزیز، ما امیدواریم که روی یاست هم بریم. مسئله هاتبرد تقریبا حل شد، من کارهای فنیش و غیره
و از آغاز نوامبر انشاءالله روی هاتبرد خواهیم بود. یاست هم در اندیشه ماست، منتها امکاناتمون رو باید بسنجیم. امکانات وسیع ما انقدر نداریم برای اینکه روی چند ستلایت باشیم، و اینکه آرزوی همیشه من این بود که به هر وسیله‌ای شده در دل دوست رهی پیدا کنیم. بر ما ببخشید، رژیم جهل و جور و فساد طبیعی صدای ایران فردا رو میخواد خفه کنه که این صدا به گوش شما نرسه، اما راهش رو پیدا کردید، ما هم پیدا کردیم که ما صدای آشتی ملی هستیم. همه تلاش ما این خواهد بود که در میهنمون صدای ما به گوش هموطنانمون برسه. و خدا رو شکر من هفته گذشته در رابطه با اوضاع افغانستان، این آشتی ملی، حضور آقای اشرف غنی در مقام ریاست جمهوری و آقای دکتر عبدالله عبدالله در مقام رئیس هیئت اجرایی گفتم و چقدر از افغانستان برای من پیام آمد. چقدر دلپذیر بود که برادران و خواهران افغان ما و تاجیک ما و کرد ما به برنامه های ما توجه بسیار داره. هموطن بعدی. آقا سلام، درود و فراوان بر شما و این برنامه های قشنگی بتونیم بازتاخت شما. الان شنبه ساعت از 7 تا 7:30 برنامه عربی عبدالوهاب گذاشته بودیم. چقدر قشنگ بود فیلماش، داستانش، آهنگایی که میخوند، چقدر جالب بود. برنامه هاتون همیشه فوق‌العاده است، به ویژه یعنی تمام برنامه هاتون قشنگه، به ویژه برنامه آقای علیرضا نوری‌زاده، آقای همه میبودی. واقعا من خیلی دوست دارم برنامه های ایران فردا. همیشه موفق و سلامت باشین، خدا نگهدارتون. سپاسگزار. باید از گروه چمتا و چهارسو و اینطور چهره سپاسگزاری کنم از دوست و همکار عزیزم محمد صفریان، از خانم لیلا سامانی و همه دستندرکاران این برنامه که فوق العاده خوب شد. یه خبر خوب بهتون بدم، در کوچه باغ‌های قلم یا قلم فرسایان به زودی با فرمت جدید در برابر چشمان شما قرار خواهد گرفت. دیدید فهمیم سخن رو در ردا و هیئت جدید با اجرایی نیما، و تصور میکنم خیلی ها پسندیده بودند، از جمله خود دوست عزیز نویسنده من فهمیم سخن، که نیما کوشید نگاهی رو که او به دنیا داره در این برنامه به بهترین وجه عرضه کنه. بهتر از اینم خواهد شد. سپاسگزارم هموطن عزیزم. هموطن دیگر، با درود بر همه شما و خصوصا آقای نوری‌زاده بیبودی. اینا میخواستم اینا حال آقای ماشاءالله عبازاده بهتر ایشالله. این با سپاس از شما انشاءالله که خبر خوبی به ما بدید. خیلی متشکرم. با سپاس. هموطن عزیزم، تا اونجا که من میدونم آقای عبازاده همکار نازنین و عزیز و پر انرژی ما، خدا رو شکر حالشون خوبه. ظاهرا یک کسالت جزئی بود، اما رفتن تصویر ایشون به فیسبوک باعث شد خیلی ها نگران ایشون بشن، از جمله خود من، و خدا رو شکر که این تن ایشون زیاد به ناز طبیبان نیازمند نماند. پرشور، پرتحرک، از جمله همکاران بسیار عزیز من. یه نکته رو من بگم، من هر دفعه یه دفعه میام میبینم ای داد من همکاری رو یادم رفته، از جمله محمد رضا شاهید. شما رابطه منو با شاهید میدونید، دوستی 40 و اندی ساله، همکاری همین مدت از رادیو تلویزیون ملی در سرزمینمون، در اون راهروهای پخش، از نوجوانی با هم بودیم، زندگی کردیم، آمدیم، بزرگ شدیم، پیر شدیم، موامون سفید شد، فرزندانمون بزرگ شد. و این من زیاد لزومی نمیدونم درباره او صحبت بکنم. هر دو هفته یه بار که توی برنامه من میاد، فکر میکنم به اندازه کافی با هم پینگ پونگ بازی میکنیم. ولی از عزیزترین همکاران منه که با تمام عشق و شوق کار میکنه. شما اگر بدونید شاهید همه ی زندگیشو گذاشته، صبح و شب نداره، 10 صبح وزارت خارجه، 12 کاخ الیزه، بعد از ظهر میره در یک کنفرانس، شب میره در یک مجلس بزرگ داشت و همه جا
زیر آسمان پاریس رو شد دوست دارم و برنامه‌ای رو که با چهار چهره ارزشمند میهنمون دکتر سیروس آموزگار، خب نیاز به توصیف و تعریف نداره دکتر آموزگار، نعمت میرزازاده آزرم عزیزم، استاد احمد احرار، مردی که حلاوت قلم، شیرینی بیان و استدلالش بی نظیره، و محمد یا میم سحر چیمه، شاعری که فکر میکنم بالاترین قصیده سرای معاصر ماست، در شعر نیمایی و شعرهای دیگم مثنوی غزل استاده، ولی قصائد او بسیار دلپذیر. ممنونم از شاهید که روی این کار خیلی تلاش میکنه. هموطن بعدی یه بخش که من خواستم با آقای شورانگی صحبت بکنم، چون که من عاشق سیاست هستم کل رو خواستم یه اطلاعاتی، چون که ایشان خیلی با آقای نیروزاده صحبت کردم با آقای کی 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 کی، حالا آمدم روی فیلم کار میکنم که گوشی از ایران من نشان بدن، این ملت ها رو نشان بدن، چون که خواستم بیرم اصلا با آینده ایران ایشان اصلا روشن اصلا میشه یک کاری کرد، یکی عمر ما تمام شده از یک کاری کرد نشه از هفت سال آن با میره آین. خواستم بیرم امیدواری هست نیست. خیلی متشکرم دوست نازنینم، اگر امیدواری نبود من الان در برابر شما ننشسته بودم و شما هم تلفن نمی زدید. مطمئن باشید امیدواریم. ای کاش ما یک جام بلورین داشتیم، گوی بلورین جادو، نگاه می کردیم که فردا چی میشه. اما مردم ما مثل مردمان دیگر رنج ها و سختی های بسیار کشیدن، اما همیشه این رنج ها و سختی ها بالاخره یه روز به پایان میرسه. اون البته بستگی به همت ما داره، تا کجا حاضریم سرنوشتمون رو بدیم به دست صادق لاریجانی، به دست سید محمود هاشمی شاهرودی که حالا رویای ولی فقیه شدن و نیابت امام زمان رو داره. اون همت ماست که ببینیم تا کجا میخوایم سرنوشت امنیت و ضمانت پایداری ملتمون و حفاظت از ملتمون رو بدیم به دست حسن فیروزآبادی. اون بستگی به ما داره. هموطن بعدی جل بویزاده، سلام از شهرم. من بارها زنگ زدم، بابک از تهران هستم، بارها زنگ زدم که با خودتون مستقیم صحبت کنم، متاسفانه موفق نشدم. من خیلی منتظر شدم، خیلی مهمه، خیلی مهمه، یه نظر برم، نظرم مهمه، به نظر خودم مهمه، شاید شما به نظر شما مهم یه نومی رفتن یه پرزی باشته، لطفاً باهاتون تماس بگیریم. ممنون حاضرتون. خدا دوست عزیزم، گفتم تماس مستقیم به زودی برقرار خواهد شد. نظر شما حتما مهمه، نه اینکه میگید نظرتون از نظر خودتون مهمه، از نظر من هم مهمه، از نظر همه ایرانیان مهمه. هر هموطن ما که نظری داره وقتی عرضه میکنه نظرشو، یعنی اهمیت داره اون نظر. و من امیدوارم، حالا ما یک سلسله شعارهایی داریم که خواهید دید، واقعا در ایران فردا هر چه میخواهد دل تنگت بگوی، اون دو اصل طلایی رعایت بشه، هر چه میخواهد دل تنگت بگو. و به نظر من ما مشکلمون اینه که در این عرصه تا به حال یک رسانه‌ای که با بیطرفی همه نظرها رو پخش کنه نداشتیم. من یه نکته براتون بگم، تنی چند از همکاران من که سابقه کار با رسانه‌های دیگر دارن، بارها اینا به من گفتن ما برای نخستین بار با رسانه‌ای روبرو هستیم که سانسور در اون وجود نداره و هیچ کس به ما نمیگه اینو بگو یا اینو نگو. رها شدیم به وجدان حرفه‌ای خودمون، به وجدان ملیمون. اما همونطور که گفتم رعایت یک اصولی لازمه. رکاکت و دشنام در ادبیات ایران فردا جایی نداره. هموطن بعدی سلام عرض میکنم، میخواستم خواهش کنم از آقای دکتر که تستری که برای برنامه شون
گذاشتن اینو عوض کنم، چون الان در ایران روز هست این برنامه تخمیر و این پوستر خیلی دلگیره و این برای زمستون بهتر، چون الان که این برنامه داره پخش میشه ایران روزه دیگه، خودشون بهتر میدونن. و اون پوستر قدیمی که اون خونه قدیمی بود با اون آبی فریزه‌ای خیلی جالب بود و دلنشین بود برای ما. خیلی ممنون شما از برنامه خوبتونم، بسیار بسیار سپاسگزارم. خوشحالم حتما اینو به اطلاعشون برسونم. سپاسگزارم بانوی محترم. ولی جالبه اینقدر دقت امعان نظر، اینقدر آدم توجه بکنه به آجرهای پشت سر من، به تصویر پشت سر من. درسته وقتی رنگ تیره میشه غمگین میشه، به همین دلیل من از تهیه کنندم خواستم واقعا بکراند من از تصاویر روشن استفاده بشه و این کار رو خواهیم کرد. حالا یه تغییراتی هم به مرور دارید مشاهده میکنید در اینترو، در فرمت برنامه، در شکل فرمت در واقع ظاهر برنامه، این را خواهید دید. و فرمت باطنش کار نمیتونیم بکنیم، با شیر اندرون شد و با جان بدر. عشق به ایران، عشق به اون گربه نشسته به دیوار آسیا، حقا فقط با مرگ از تن آدم بیرون میره، با مرگم نمیره. بسیاری از عزیزانم رو دیدم که در دور از خانه پدری خاموش شدن و حتی دیدی آخرین وصیتشون بوده که پرچم شیر و خورشید سرنگ رو بر پیکر من بپوشانیم، این مدال رو بر تابوتم بگذاریم. هموطن بعدیمون، با سلام و خسته نباشی خدمت تمام دستان قسم در کنم تاییه این برنامه. واقعا ممنون از این برنامه چهارسوی که داریم بچه از این. خداحافظ. خب جالبه دیگه آقای سفریان، یه باز پلاس برای شما. هموطن بعدیمون، آقا سلام. من نمیدونم چه تلفنیه که با شما صوت تماس میتونم بگیرم، وقتی ما میگیریم میگن پیغامتون رو بذارید. بعد این همه هم مشهد میشد، 10 بار زنگ زدم همش گفتم باهاتون تماس میگیری و تماس رو گرفتن. شاید خیلی واجب باشه، شاید خیلی مهم باشه، آقا نوروز داده پس چرا اینجوری میکنن؟ چرا بعضی همین الان که من دارم تلفن نگاه میکنم دارم مستقیم با خودشون تماس میگیرن صحبت میکنن، اما من این همه زنگ میزنم همش پیغام و پیغام و خودشون تماس میگیرن و هیچ وقت تماس گرفته نشده. دوست من، شما وقتی زنگ میزنید با پیغامگیر صحبت میکنید، برای اینکه من بتونم خدمتتون تماس بگیرم باید یه شماره تلفن بگذارید. پیغامگیر ما شماره شما رو ثبت نمیکنه، در نتیجه من باید بدونم که چه هموطن نازنینی میخواد من باهاش صحبت کنم. بسیار خوشحال میشم، افتخار منه که با تک تک شما صحبت کنم. بنابراین لطف بفرمایید شمارتون رو بگذارید و بگید که کاری دارید، نظری دارید و من حتما یا خودم یا همکارانم با شما تماس خواهیم گرفت. هموطن بعدی، من متاسفم برای آقای نوری‌زاده. چرا آقای نوری‌زاده به خودش اجازه میده به شخصیت انسانی توهین عنایت میکنه؟ واقعا شخصیت آقای نوری‌زاده باید زیر هزاران علامت سوال قرار بگیره. آقای جنتی در مرحله اول انسان است، نه اون چیزی که آقای نوری‌زاده میگوید. واقعا متاسفم برای شما که میخواهید ایران را نجات دهید. بسیار ممنونم هموطن عزیزم. من براتون گفتم سعی میکنم در ادبیات ما پرکاکت و دشنام جایی نداشته باشه، ولی اگر روزی در باب آقای جنتی سخنی گفتم مطمئن باشید باید از آن تندتر میگفتم. پیری که 35 ساله در دایره قدرت زشترین اما رو داشته، آراء مردم رو مصادره کرده، این درست مثل کشتن مردمه، تقلب کرده در انتخابات، رأی مردم رو برای آقای مهندس موسوی مصادره کرد با برداشتن 7 یا 10 میلیون رأی از ایشون و سپردن آن به احمدی نژاد، که حتی خود احمدی نژاد تو اون نواری که هنوز من دارم تحقیق میکنم که مطمئن بشم درسته، در اون برمیگرده میگه آقا قرار نبود اینقدر باشه، و آقای وحید حقانی میگه نه خیر همینه. این آدم شایسته احترامه،
در مقابل پسرشون آقای علی جنتی هر بار قدم مثبتی برداشته، من اینو ذکر کردم، چه در موقعی که سفیر در کویت بودن، چه معاون وزارت کشور بود و چه حالا که وزیر ارشاده. کار نادرستی هم میکنه من باز میگویم، ولی احمد جنتی از آن گناهکاران و مجرمانی است که هرگز به قول خود آقای خمینی وقت میگفت به هفت آب زمزم هم پاک نخواهد شد. هموطن بعدی ما، الو، روز و وقت به شما بخیر باشه. من که طرفدار برنامه تلویزیون فردا هستم، برای هم تبلیغ میکنم. تا الان چند دفعه زنگ زدم، از آقای چلنگی خواهش میکنم، تمنا میکنم اینقدر از این آقای احمد نژاد طرفداری نکنن. تمام باعث بدبختی و سونامی سرطان ایشان ها بودن. ایشون پشتشون گرم بود اگر هم که حرفی نمی زدن و نمیدن مقابله کردن و از این حرفا که هی تعریفش میکنن، این کنشون مقالبه نکرده، وقیه. خواهش میکنم ما رو که به این بدبختی چارگی انداخته، آبرو تو دنیا نذاشته، زندگی ایرون رو به همزاده طرفداری نکنن. خیلی از شما متشکرم، خدا حافظ شما. هموطن عزیز من، آقای چالنگی یه طنزی در صحبتش داره، باید به اون دقت بفهمید. ایشون، من یادم اون زمانی هم که صدای آمریکا بودن، یه وقت با هم که داشتیم صحبت میکردیم، تا ما میگفتیم احمدی نژاد، میگفتن جناب آقای دکتر احمدی نژاد، پرزیدنت احمدی نژاد. این اون طنز چالنگی بود که بسیار بار در کلام او شنیدیم و میبینیم اصلا در حرکات، و این بسیار زیباست، یه طنز سیاسیه خیلی مؤدبانه. بنابراین ایشون طرفداری از احمدی نژاد نمیکنه، منتها وقتی سوال میکنه از مهمان برنامهش که داره درباره عمل کرده احمدی نژاد میگه، میگه آیا واقعا فقط احمدی نژاد بود که ما به اینجا رسیدیم؟ از اولش خوب بود، فقط احمدی نژاد بد بود؟ اینو میپرسه، ولی این دفاع از احمدی نژاد نیست. منم با شما هم عقیدم، احمدی نژاد فاجعه ای بود که ما دیر سالی باید هزینه حضور 8 سالش رو بپردازیم. هموطن بعدیه، سلام عرض کردم، شهروز هستم از هلند. میخواستم یه ایراد کوچیکی رو از آقای شهبال بگیرم، و اونم اینه که ما توی زمانی که هستیم که از کلمات و حرکات عربا داریم فرار میکنیم و بدبختی های ما همه از اونا هست، ایشون میان ضرب المثل عربی رو برای ما اونجا مطرح میکنن، که برنامهشون البته خیلی قشنگه و ایشون میتونستن اون ضرب المثل رو به فارسی فقط بگن. خیلی ممنون، سلام بهشون برسونید، خداحافظ. امیدوارم این بانوی عزیز برنامه هفته پیش شما و ایران فردا رو ببینن، تو سایتمون هست. من در اونجا درباره این حرف زدم، ما حق نداریم ملت‌های دیگر و اقوام دیگر رو تأخیر کنیم. ما نمیتونیم بگیم عربا بدن چون 1400 سال پیش به کشور ما حمله کردن. چرا این حال راجع به یونانیا نداریم؟ میریم اونجا هالیده هم میریم، خوشمون هم از یادمون رفته اسکندر با ما چه کرد. تمام این ویرانه های تخت جمشید عمل کرد آقای اسکندره، به خاطر تائیس خانوم رفتن اون بالا آتش زدن کاخ آپادانا رو. 400 سالم سلوکی و افرادش تو کشور ما هدر ملت ایران رو در آوردن. چرا از مغولا نمیگیم؟ از تیموریان و تاتارا نمیگیم؟ ما هیچ در میان همه چسبیدیم عرب ها؟ ما تو سرزمینمون هموطن عرب داریم. بانوی گرامی، نگاه رو باز کنیم، به قول سهراب سپهری زیر باران باید رفت، دیده را باید شست، قلب را باید شست. ما همه بنی بشریم، هیچ کدوممون ملیتمون انتخاب نکردیم. اگر به خدا اعتقاد داریم، پروردگار مشخص کرده در کجا زاده بشیم، مذاهبمون از پدرانمون مادرانمون به ارث بردیم، سرزمینمون ارث اجدادمونه، ارث پدرانمونه، پس نباید این کارو بکنیم. آنقدر انسان‌های شریف در میان عرب‌ها هست، اکثریتشون همینن.
حالا اگر 4 تا آدم بد شدن اینو تعمیم ندی. ما این کارو با برادران و خواهران افغانمون کردیم و من همیشه وقتی میبینم ایشون خجالت میکشم از رفتار و عمل کرد و گفتار بعضی از هموطنانم نسبت به اونها. به هر حال امیدوارم چنین آقای شهبال عزیز اگر اشارهی به یک مسئله زد این دلیل بر نیست که چون شما ناراحتید بدتون. نکنیم این کار. شما لذت نبردید برنامه فیروز رو توی چمتا دیدید، برنامه عبدالحلیم حافظ و محمد عبدالوهاب رو لذت نبردید، ناظم الغزالی رو دیدید. ما فرهنگمون، زبانمون، گذشتمون در پیوند با همه. ما ساکنان یک منطقه جغرافیایی هستیم. همسایه‌مون سوئیس نیست، ایتالیا نیست، انگلیس و فرانسه هم نیست. زمانی که من پیام‌های شما رو می‌شنوم تلاش می‌کنم اون پیام‌هایی که پر از مهر، پر از لطف، چون بعضی ها ممکنه تصور کنم ما داریم از خودمون تعریف میکنیم، اونا رو کمتر سعی میکنم پخش کنم. ولی در این حال نمیتونم حق شما رو که دوست دارید از برنامه های خودتون قدردانی کنیم بگیرم. بنابراین هر از گاه از میون اونها چند تایی انتخاب میشن. پیام های دیگری هست که پیام های سوال ویژه‌ای دارید یا از ایران هست مطلبی رو مطرح میکنید، من تشخیص میدم اگر صدای شما پخش بشه با این نوع گفتار، با توجه به اون حکومتی که در ایران داره حکم فرمایی میکنه، دستگاه نمیدونم جنگ سایبری و این بساطی که راه انداختن که حالا 11 نفر گرفتن چون به حضرت امام و حضرت امام دوم امام ثانوی اومدن براشون جوک گفتن و توهین کردن، خب فکر میکنم درد سرتون بشه بیان سراغتون. اینه که من سعی میکنم اون پیام هایی رو که جنرال عمومی اشکالی نداره اونا رو پخش کنم و تا میتونید خواهش میکنم از خودتون نشانه ندید. اب نداره میگی من بابکم یا میگی من حسینم یا هر اسم دیگری از فلان شهر، چون اینقدر زیاده که یه وقت هست یه نفر میاد میگه مثلا اسم من یه اسم عجیب غریبی میگه، خب آدم میگه بله ممکنه برم پیداش کنم، میگه من اسمم هوخشتر است. حالا چند نفر تو ایران هوخشترن بنابراین پیداد میکنن، ولی اسمای عادی من بابکم، من رضا، من حسین، من علی، من هر اسم دیگری اشکال نداره. ولی دیتیل ندیم. یه هموطن ما آدرس خونش هم داده بود، درست کوچه و پس کوچه و همه چی رو در آستانه اشرفی همه رو داده بود، خب نمیشد. بنابراین اگر گاهی میبینید پیامتون پخش نمیشه به این دلیل، دوستانی هم که علاقه مندن پیامشون حتما بهش پاسخ داده میشه، یه ایمیل اگر بگذارن میشه از طریق ایمیل، یا حالا اصرار من ندارم تلفنشون رو بگذارن، بعضی دوست ندارن و شاید نگران میشن، ولی حداقل یه ایمیل میتونید داشته باشید برای ارتباط تا اینکه ما تو چند هفته آینده ارتباط مستقیم رو برقرار کنیم. در اون صورت به نظرم دیگه مشکلی پیش نخواهد اومد. خود هموطنان ما اون وقت تشخیص میدن که در چه چارچوبی صحبت کنن که خودشونم ناراحتی براشون پیش نیاد. من واقعا اینو دارم بهتون میگم، رژیم جهل و جور و فساد گهگاهی افرادی رو که من تلفن زدم خیلی تلفن‌های عادی زده بودن مورد بازخواست قرار دادن و این کار در مورد خیلی از تلویزیون‌ها و افراد انجام میدن، منتها یه حساسیت عجیبی به ایران فردا دارن و بنابراین من از هموطنانم میخوام ضمن اینکه ما را از مراهم خودشون و اندیشه هاشون برخوردار کنن، دریغ نکنن نظری انتقادی یا مثبت نسبت به برنامه ها دارن و به ویژه انتقادهایی که نسبت به شخص خود من دارن، ما را محروم نکنن. دلم میخواد بشنوم، دلم میخواد خطاهامون رو تصحیح کنیم. ما از روز اول که شروع کردیم تا امروز خطاهای بسیار داشتیم، تمام تلاشمون اینه که هر روز برنامه ها بهتر بشه و همکاران منم هم درست این حالت رو دارن. فروتنانه سخنان شما، توصیه های شما، انتقاد های شما، تقدیر و تعریف شما رو بر دیده می‌نم. تا برنامه آینده
همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.